سلام و وقت بخیر به خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. من وحید الله ادیب هستم. هند از روند توزیع ویزا برای شهروندان افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری روابط میان مردم افغانستان و هند را تاریخی خوانده، گفته که روند کمک‌های بشردوستانه از سوی هند به افغانستان از چندین سال به این سو ادامه دارد. این در حالی است که پس از فروپاشی حکومت پیشین و حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر کشور، هند سفارت خود را در کابل بسته کرده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که برای اطلاعات درباره برنامه‌های مالی داعش خراسان 10 میلیون دلار جایزه می‌دهد. مرکز مبارزه با هراس افغانی این وزارت گفته است که داعش خراسان مستقر در افغانستان از طریق استخراج منابع طبیعی کمک مالی گردآوری می‌کند. این در حالی است که امارت اسلامی همواره حضور شاخه خراسان داعش در کشور را رد کرده است. رئیس استخبارات حکومت سرپرست تایید کرده است که همه کارمندان پیشین ریاست عمومی امنیت ملی کشور بر کنار و نیروهای تازه جایگزین آنها شدند. عبدالحق وثیق افزوده است که این نهاد به گونه کامل از اشخاص نامطلوب حکومت پیشین تصفیه شده است. وزارت خارجه پاکستان در صفحه اکسش گفته است که وزیر خارجه پاکستان با کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در یک تماس تلفنی به هدف دریافت یک راه حل پایدار برای پناهجویان مقیم پاکستان گفتگو کرده است. در همین حال سخنگوی این وزارت اعلام کرده است که شهروندان افغانستان فقط با داشتن ویزه می توانند وارد آن کشور شوند. سازمان جهانی صحت گفته است که از آغاز سال روان میلادی بیش از 39 هزار مورد مشکوک سرخکان ثبت و 170 تن در اثر این بیماری جان باختند. این سازمان در گزارش گفته است که از میان موارد مشکوک این بیماری بیش از 31 هزار تن آن کودکان زیر 5 سال و بیش از 18 هزار تن آن بانوانند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با معاون وزیر فرهنگ و گردشگری چین در مورد استخراج معدن مس عینک و حفاظت از آثار باستانی در این معدن گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه وزارت امور خارجه، امیرخان متقی سرپرست این وزارت دهلیز واخان میان افغانستان و چین را با ارزش و مهم دانسته است. این بود خبرهای این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. وقت خوش، خدا نگهدار.